احتمال اینکه هدف کوچیک باشه و در منبع دیگه ای باشه خودش یه عاملی میشه برای اینکه اپراتور باید ببینه چه عملیاتی رو باید انجام بده. این همه کار اپراتور رو باید خودش تمرین کنه. اصول اولیه پایه‌ایه. وقتی چنین تصاویری میاد مثل این لکه رنگا، یعنی اون هدف وجود داره، ولی بازم بعد مورد بررسی قرار بگیره. وقتی F7 رو میزنیم این شکل میگیره. خب اینجا هم امکان داره هدف باشه، هم امکان داره نباشه، هم بعد ببینیم به چه صورت. اینجا یک هدف بوده بنابر ویدیوهای 55، که در ویدیوهای 55 ما سیگنال پایینمون میشه 11، سیگنال پایین بنابر ویدیوهای میشه 11 پایین. 11 پایین رو به این میدیم. چند لکه رنگ متفاوت ما در اینجا میبینیم. این لکه رنگایی که به این صورت میان، مخصوصا این و اینا پشت هم میان، اینا منابعی از غیر متعارفان. امکان داره این هدف در یه منبع دیگه ای باشه. حالا ترکیب شکلی این، وقتی که اپراتور تصویرگیری کرده ویدیایش 55 بوده که میشه سیگنال 11 پایین، ترشهولدش 25 بوده. این وضعیت 25 ترشهولد در سیگنال بالا بین عدد 9 تا 11، بین 9 تا 11 بالاست. یعنی هر کدوم اینا میتونه به جواب بده، چون امکان داره هدف در منابع دیگه باشه یا منابع دیگه اونجا باشه. خب پس 25 بین عدد سیگنال بالا، ترشولد 25 سیگنال بالا بین 25 در اصل 9 تا 12، و ترشولد 25 بین 9 تا 12. عمدتا اگه هدف داخل منبعی باشه، کوچیک باشه و در عمق باشه، شما میتونی از 12 هم استفاده کنی، ولی در اینجا میتونیم از 10 هم استفاده کنیم. ما 10 رو بهش میدیم چون داخل منبع دیگه ای میتونه وجود داشته باشه. میایم 5 هم بهش میدیم. حالا توی ترکیب اینجا ما وقتی رو آینتی سایز 5 میزنیم، دو تا لکه رنگ اینجا داریم. این از استثنایی ترین تصویر هاست. اینو باید در نظر داشته باشید که باید روشش درست پیادش. خب چون داخل منبع دیگه ایه، میخواییم اینو از توی میدان های همدیگه جدا کنیم، از تو ساختار همدیگه جدا کنیم. یه اینترپولیت 1 میدیم و اونم خودش حالت اوریب داشت. بعد میاییم عدد 1 رو بهش میدیم. ببینید یه عمودی اینجا اومدی، افقی، یه عمودی اومد یه افقی. اگه F7 رو بزنیم اینم پررنگ‌تر میشه. این دوتا به هم چسبیدن، ساختار علم دارن. اینجا هم اگه توجه کنید یه لکه رنگ اینجاست، یه لکه رنگ هم به این قسمت رفته بالاتر، متصل به اینه. این چون داخل منبع دیگه یه و در کنارش حفره بوده. اینجا ما اگه بیایم آنتی سایز های مختلف رو بدیم، این اله باز اینجا شکل میگیره. اینا هم ترکیباش معلوم میشه به چه صورته، ولی در آنتی سایز 1 به این صورته. این تا اینجا اصلا هدف دیگه تایید، زیاد نیاز به ادامهش برای 2-0 نیست، چون این هدف کوچیک بوده، ویدیوهایش 55 بوده، ترشولدش 25 بوده و اینترپولیتش هم بر روی 1 بوده قبل تصویر گیری. خب حالا 2-0 میکنیم. در 2-0 اون دو لکه رنگ همینجا میاد یه لکه رنگ تک میده. حالا این لکه رنگ تکه اگه ما بخوایم از F6 F7 استفاده کنیم، یه همچین پدیده ای رو به ما میده تو اینجا. یعنی وقتی استفاده میکنیم در نهایت یه لکه رنگ کوچیک رو F1 هست. خواهی خود هدف هم کوچیک بوده دیگه. حالا اگه یه مقداری برش گردونیم، بخوایم از لکه رنگای عادی دیگه مثل F7 هم استفاده کنیم، در اینجا بر روی آنتی سایز 5 ما
یه لکه این شکلی داریم، اینم اون منبعیه که این داخلش قرار گرفته. اینو بدونید، اینا جاهاییه که منابع مساله، این در اصل یه مثلثه که سرش به سمت پایینه. اینجا میتونیم ما از این روش هم استفاده کنیم. خب حالا اگه آینتی سایز دو رو بهش بدیم با F7 کار کنیم، ببینید این خودش شروع میکنه به تغییر حالت شکلایی. بخصوص این از اون منابعیه که یک هدف کوچیک داخل یه منبع دیگه است، یعنی یک هدف با ویدیوهای 55 در 25 توی یه منبع دیگه در عمق زیاد قرار گرفته بوده. ببینید الان ساختار ترکیبیش یک مثلث و خود این دور تا دور این منبع این شکل رو داره و این وسط هم یه لکه داره. حالا اینو به صورت‌های مختلف در آینتی سایزا استفاده کنیم، حتی ما این دو لکهش هم در اینجا به دست میاریم. اینا برای جاهاییه که هدف در منبع دیگه یه کوچیکه و عمقش زیاده.